مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. سبز است، سبز مثل نگاهت، بی باورانه با همشون کیسه فریب، رنگ حضور زندگی و عشق را در راستای آن همه فریاد با وعده بهشت از چشمهای عاشق ما دزدیدن. یک شهر بوسه باران، یک شهر شکرین، گلهای سرخ پرپر بر شانه های باد، لبخند آخرین. از راه دور می آمد با شال سبز تاریخی، در جاده‌ای به سوی سپیده، شهری به حرمتش خورشید را به نامش بخشید. در موج موج تبزدگان دستش تا اوج کینه رفت، آنگاه با خنجری که تیغ به زهرابه شسته بود و هیچی بزرگ از پله‌های عرش فرو آمد. ای شوکت جوانی من، ای در حضور او خود باختی و پرده پندار ساختی، دیدی چگونه در سفر دل بر تابه فریب کبابت کرد، و در کنار چشمه بیداری دیدی چگونه خوابت کرد. ما نسل عاشقان بودیم وقتی آواز زندگی در گیر و دار گردش قرابه‌های خون افسون مرگ شد. میخانه در تصرف سجاده بتخانه شد، خورشید در سیاهی وحشت از شهر ما گریخت و ماه در حجاب فرو رفت. ما نسل عاشقان بودیم وقتی تیغ از نیام کینه برون شد و عشق را به نام خدا سر زد. ای شوکت جوانی، ای 20 سال منتظر گلبانگ زندگی، اینک نگاه کن، این زندگی است که می آید و هیچی بزرگ که نابود می شود. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 14 بهمن ماه 3 فوریه به شما سلام میکنم. هیچ مقدمه هم نمیخوام بگم، امروز دکتر سازگارا مهمانم، مهمان چه صاحبخانه است، ولی یه حرفایی میخوام برای همون 43 سال پیش باهاش بزنم. دکتر سلام. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. خب آقای دکتر، تشریف آوردید دیروز، برگشتید، رهبر محبوب من از سفر آمد. ما از همون اول حقه‌بازی رو دیدیم، یعنی پیاده که شد به جای که بره طرف سنجابی و مکری و بقیه که از صبح تو اون سرما ایستاده بودن، سوار بنزه شده رفت فرودگاه قدیمی، آقای سباقیان هم جمع کرده بود و بچه ها بیان سرود خمینی امام بخونن. شما کجا بودید اون لحظه؟ من آقای دکتر نوریزاده، چون آخرین لحظه سوار هواپیما شدم، علتم این بود که ما ابتدا اونجا خودمون بلیت صادر می‌کردیم برای
خبرنگارایی که قرار بود همراه این پرواز باشن، چون آقای خمینی و کسایی که تو اون پرواز همراه بودن جمعا 32 نفر میشدن. بقیه پرواز هفته تلف قرار بود پر خبرنگار باشه که یه جور عرض شود که بیمه هم بود دیگه، چون نمیدونستیم به اتفاقی بیفته. همینجا حرفتون رو قطع کنم، تنی چند از افسران که در اندیشه زدن هواپیما بودن زمانی که به شهروندان فرانسوی و خبرنگاران خبردار شدن و چیز دیگه، دکتر بختیارم گفت شما از این کار را نخواهید کرد و اونا هم خودشون منصرف شدن، چون متوجه شدن این یک چیز جهانی خواهد داشت. بله ببخش. خانم الن شولینو مسئول دفتر پاریس نیویورک تایمز هم در اون هواپیما بود. من البته یادم نمی اومد، اومده بود ایران چندین سال پیش که من ایران بودم با من هم مصاحبه کرد. او به من گفتش که من چند سال بعد، مثلا 10 سال 15 سال بعد از انقلاب، یه بار با برژینسکی مصاحبه میکردم. قبل از مصاحبه گپ میزدیم، بهش گفتم که من تو همون هواپیما بودم. گفت یک مرتبه برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر مکسی کرد. گفت جدی؟ گفتم بله. گفت هیچ میدونی من پیشنهاد دادم به کارتر که ما این هواپیما رو یا بزنیم یا توی ارومیه بنشونیم، خمینی و اطرافیاشو دستگیر کنیم و بقیه رو بفرستیم بره خبرنگارا رو و ممکن کشته بشید اون هواپیما. البته برژینسکی گفته بود کارتر هم با این پیشنهاد مخالفت کرد. بعد صورت به علت این که آخرین لحظه ایر فرانس، یعنی 3 ساعت مثلا قبل از پرواز، ایر فرانس گفت که چون بختیار گفته فرودگاه رو میبنده احتمالاً و ممکنه نتونه بشینه و به ما بعد برگرده دوباره مثلا استانبول یا آنکارا بشینه، بنابراین بنزین اضافه برده. خلاصه خبر مسافرها باید کم بشن، کل مسافرها باید مثلا بشن 150. حالا اگر عدد رو اشتباه نکنم، در نتیجه ما باید کم میکرد خبرنگارا رو دیگه. اینجا بعد تصمیم میگرفتیم کی بیاد کی نیاد. بلیت‌های قبلی باطل، بلیت جدید صادر شه. خودتون میتونی حد بزنی خبرنگاری که میخواد تو اون پرواز باشه، گزارش برای رسانش تهیه کنه، حالا بهش بگی نمیشه بیاد، چه جنجالی. این شد که ما اون 48 ساعت آخر، ما که میگم اون 4-5 نفری که کارهای خبرنگارا رو انجام میدادیم، دائما مشغول چک و چونه زدن و گرفتاری بودیم. در حدی که فرودگاه که رسیدیم، تا خود فرودگاه هنوز نمیدونستیم دقیقا به کی بلیت دادیم دیگه و به کی ندادیم و چه جوری شده، و یک عده خبرنگاری که بلیت قبلی دستشون بود گیر نیورده بودیم، اومده بودن فرودگاه، اونجا بعد بهشون میگفتیم که بیاین این بلیت جدید، یا مثلا شما دیگه ببخشید نمیشه بیا. به همین دلیل از اون جمع 4-5 تایی واقعا جا موندن همه، چون قرار بود با هم بیایم که سرویس های این خبرنگارا رو بدیم. من هم شاید به جرات بگم آخرین نفر بودم که از اون گیت پریدم سوار هواپیما شدم، برای اینکه بالاخره یک کسی بعد تو پرواز این کار رو میکرد در خدمت این خبرنگارا بود. اون شب تا صبح من تو قسمت اکونومی همه خبرنگاران نشسته بودن و آقای خمینی و همراهان تو قسمت فرست کلاس بودن جلوی هواپیما. البته طبقه دوم هم که این 747 داشت، آقای خمینی رفت اون بالا، ساعتی رو اونجا خوابیده بود. برحال من اون شب تا صبح توی این قسمت خبرنگارا یکی یکی میرفتم اسامی رو یادداشت میکردم، چون بعد تحویل اون ستاد استقبال در تهران میدادیم وقتی میرسیم که این لیست ایناست و اومده. یادم هم هست خیلی از این دوستان خبرنگار من باشون صحبت که میکردم میگفتن وقت اگه داری یه دقیقه بشیم با هم گپ بزنیم. یک پیر مرد مسنی بود، جا افتاده، از یونایتد پرس بود، اون موقع هنوز یونایتد پرس تعطیل نشده بود، به من گفت وقت داری بشین بغل دست من نشستم، چون نیمه خالی بود هواپیما، مسافرها کم شده بودن. نشستم و گفتش که ببین تو به من بگو چی شد این انقلاب شد و چجوری این اتفاق افتاده، هیچ کس
چند ماه پیش فکر نمیکرد که این اتفاقی بیفته. حالا یادم نیست دیگه براش توضیحات دادم، ولی به عنوان یه آدم با تجربه واقعا با تعجب میگفت چجوری اتفاق به این بزرگی افتاده. به هر حال اون روز صبح که هواپیما به وقت تهران فکر کنم 9 صبح بله. زمین نشست، در هواپیما که باز شد تا پلکان رو بیارن، من دم در هواپیما ایستادم نگاه کردم، دیدم تمام کف باند گارد نیروی هوایی که دژبان در واقع میگفتن ایستادن، شاید 200 نفر بیشتر بودن، خیلی منظم و مرتب. و از دور آقای پسندیده، آقای مطهری هم داشتن میدویدن بیا. پلکان که اومد این دوتا اومدن بالا و رفتن طبقه دوم که آقای خمینی رفته بود، دیگه چی گفتن شنیدن نمیدونم، ولی بعد خلاصه گفتن که تصمیم بر این نیست که اول خبرنگارا پیاده شن که بتونن پایین وایسن فیلم و عکسی چیزی میخوام بگیرن، بعد آقای خمینی پیاده شد. من دنت اومدم اینو به دوستان خبرنگار اعلام کردم و رفتم پایین، همه اینا اومدم پایین و خب پای پله هواپیما آقای دکتر توریزاده، شما تصور کن مثلا صد و خورده خبرنگار و عکاس و اینها وایسادن ازدحام، رو دست هم دیگه میخوان بلند شن که آقای خمینی که میاد خب عکس و فیلم خودشون تهیه کنن. البته بین شاید همه عکسایی که تهیه شد یه عکس در واقع معمولا همین جوریه دیگه، یه دونه دو تا عکس همه نشریات رو میگیره. من میدونم که من دیگه پایین ایستاده بودم، ولی میدونم که دعوا شده بود، یعنی اون بالا یه بحث کم شده بود که آقای خمینی کی بغل دستش وایسته زیر بغلش رو بگیره، چون خب بالاخره یه بار سیاسی داشت هر کی می‌خواست این کارو بکنه و قدسادی خیلی اصرار داشت، قدسادی خیلی از داخل هواپیما اصرار داشت برای این کار. بعد من نمیدونم دیگه حالا کی چه اصراری داشته، ولی بعدن شنیدم که خود ایشون گفته بود که خلبان زیر دستشو بگیره که غیر ایرانی باشه دیگه مشکل این دعواها نباشه. به هر حال که دلیل این ازدحامی که اون پایین بود، آقای خمینی که اومد پایین قرار بود، من فکر میکنم، من حالا اصلا یادم نمیاد آقای پنجابی اینا رو در محبت بله. دیده باشه، من بودم اونجا نبوده، ولی احتمالا آقای دکتر نوریزاده علتش این ازدحام خبرنگارا بود که اصلا راه رفتن و مشکل میکرد، به زور آقای خمینی رو سوار ماشین آوردن، سوار کرده اون صد متر راهو که مثلا تا ترمینال بود بردن. بعدم اصلا اون کمیته استقبال برنامه‌ای که چیده بود این بود که مثلا آقای خمینی که وارد میشه بیاد دور هر غرفه یکی از اقشار مردم، نمایندگان اقشار مردم ایستاده بودن، یه بار دور این ترمینال بزنه به اصطلاح به نمایندگی از مردم، جناح‌های مختلف و غیره، بعد بشینه و مثلا اون درود اجرا بشه، اون دانش آموزا طبقه دوم گوشه ایستاده بودن، بعدم ایشون صحبت کن، مثلا مراسم اینجوری. این مراسم به دلیل این ازدحامی که آقای خمینی همراهش این خبرنگارا ریختن توی ترمینال، اصلا نه دیگه پاسپورتی کسی تونست کنترل کنه نه چیزی، به هم خورد، فقط موفق شدن دیگه از عهده ماها خارج بود، اون هیئت استقبال که آقای طباقیان هم یکیش بود، موفق شدن به اصطلاح یه صندلی بذارن و خبرنگارا رو هل بدن عقب و مستقر کنن و همونجا بشینه ایشون و مراسم اجرا بشه. به هر حال این من یادم هم هست وقتی تموم شد اون مثلا نیم ساعت دروبی که اونجا بودن، خب آقای خمینی رفت و سوار یه ماشین شد و که بعدها ما فهمیدیم رفیق بود و غیره، به قول معروف سردار رانندگی. عقب یه تعدادی مینیبوس فراهم شده بود، من از اون خبرنگارا که همه دویدن رفتن سوار ماشین‌ها بشن برن، از اونایی که هم به اصطلاح مسئولشون ما بودیم پرسیدم کی میخواد بره به اشتهرا، شاید مثلا 20 نفرشون، دو تا مینیبوس شد، گفتن ما میخواییم بریم اشتهرا، و یعنی بقیهشون گفتن ما کارسپانده دیگه‌مون هستن اونجا و میخوام بریم یه هتل مثلا استراحت کنیم. اونا رو سپردیم، من همراه اون 20 تایی که میخواستم برم به زهرا توی مینیبوس نشستیم و رفتیم
ولی چون ماشین آقای خمینی که میرفت جمعیت میومد وسط خیابون، شاید یک ساعت و خورده طول کشید ما از فرودگاه مهرآباد هنوز به میدان آزادی نرسیده بودیم. و اصلا دکتر بزن همینجا سوال ازت بکنم، چیزی که ما اونجا شاهد بودیم، آقای خمینی قرار بود بیاد بره دانشگاه، تحصن آقای منتظری و غیره بشکنه بیارتشون بیرون، ایشون هم 24 اسفند گم شد. یعنی آقای خمینی از اونجا بچه های ما که برای اطلاعات گزارش میدن گفتن آقای خمینی رفت، بعد معلوم شد ایشون میره بیمارستان پهلوی، حالا در اونجا یک بازرسی میکنن، یک فحوصات طبی به قول خودشون کردن، بعدم ایشون به جای دیگه رفت استراحتی کرد، بعد اومد که آقای ربیع از در بیزر با هلیکوپترشون آورد سر اون جایی که بعد سخنرانی میکرد. تصویر ایشون هم عمامه افتاده جلوی هلیکوپتر الان هست که ربیع هم کنارش هست، من اون تصویر رو دیدم چون چاپ کردیم. ببینه این داستان هلیکوپتر و اینها درسته، یعنی ماشین خود آقای خمینی هم نتونست راحت بره برسه به بیت زهرا. بله. وسط راه ازدحام جمعیت و اتفاقاتی که افتاد ناچار شدن هلیکوپتر بیارن و همون عکت عمامه افتاده و اینها. بله. ایشونو با هلیکوپتر بردن بیت زهرا. اون داستان شما میگی مال بعد از ظهره. از بیت زهرا که تموم میشه، درست میگین، من دیگه یادمه خبرنگارا جا چیز کردیم رفتیم منزل پدرم، من رفتم و بعد کمیته استقبال. بعد از ظهر اون روز دو ساعت آقای خمینی گم شد. بس. کمیته استقبالم هیچکی نمیدونست که آقای خمینی کجا، فقط میدونستن ناطق نوری باهاشه. بله. و بعد شنیدیم که بعد پیدا شد ایشون اومد، ناطق ظاهرن آقای خمینی رو برده بوده بیمارستان پهلوی هزار تخت خوابی یا امام خمینی فعلی، بازدید مجروحای انقلاب و غیره. بعد آقای خمینی گفته بوده نماز نخونده، بعد آخونده هم عادت دارن بعد از ظهر بخوابن دیگه. اونجا ظاهرن تو امیرآباد اون طرف ها، حالا نمیدونم کجا، ناطق یک دوستی داشته، آقای خمینی میبره اونجا بی صدا، اونجا هم به اصطلاح نمازشو میخونه و هم لابدتی میخوره و بعدم استراحت، به هیچ کی هم نمیگه ناطق، به لحاظ امنیتی و تزاحم و اینها. بعد میره اون دو ساعت ظاهرا قصهش اینطوری بوده و هیچ کی هم صداش در نمیاد اون کمیته استقبال، چون واقعا هیچ کی هم نمیدونه کجا. بعد شما تو به زهرا بودید، یعنی موقعی که سخنرانی میکرد؟ نه من نرسیدم. نبودید؟ نه آخر ما تو میدان آزادی رسیدیم، یه ساعت و نیم گذشته بود. در نتیجه به این خبرنگارم گفتم آقا قصه اینه، ما تا غروبم به بهزهرا نمیرسیم. همشون هم چون آقای رفسنجانی هم نیومد، بهشتی هم نیومد، هیچ کدوم اونا نرسیدن. بله. بعد وقت اینا همشون گفتن خیلی خوب ما رو بگو برگردون برسون به هتلام، اکثرشون هم هتل لاله فعلی اینترکانتیننتال جا داشتن دم بلوار کشاورز که بونه دکتر فاطمی، رفتیم اونجا اینا رو پیاده کردیم که معدودیشون هم که جای دیگه بودن، حالا یادم نیست. آخرین نفرم من دیگه به اون راننده مینیبوس گفتم که منو توی چهارراه قصر، یعنی تقاطع جاده قدیم شمران، دکتر شریعتی که رسید، گفتم که من همجا پیاده کنم، من یه سواری سوار شدم، خیابونا خلوت خلوت. بله. و من میرم منزل ما قلهکه، به هر حال یه دونه شخصی میشه از این مسافرکشای از پیچ شمرون تا تجریش خالی هم بود، رفتم قلهک پیاده شدم و رفتم خیابون دولت منزل ما. منزل ما هم فقط مرحوم پدرم منزل بود، بقیه رفته بودن استقبال و نبودن، نمیدونستنم که من پاریس بودم، مخفی کرده بودیم. ما فکر میکردیم حالا قرار جنگ چریکی بکنیم، سالها بیایم مخفیانه به جنگیم. زنگ که زدم پدرم و پشت آیفون گفت کیه، گفتم منم، اومد دم در باز کرد بغلم کرد، چون پدر من طرفدار شاه نبود و
ولی از آخونده هم خیلی بدش می اومد و به خصوص با شخص خمینی خیلی بد بود و ولی با فعالیت من در امور سیاسی هم مخالف بود از دوره دانشجویی، ولی بغل کرد و اتوبوس کرد. شاید اولین و آخرین باری بود که یه کار سیاسی ما رو پدرم تایید کرد. گفت پسرم تبریک بهتون میگم، من باور نمی کردم شما این مرد رو بیرونش کنین و موفق بشین. دیگه رفتیم نشستیم، ولی از همونجا انتقادهای پدرم از خمینی شروع شد، اینکه اینجوری اینطوری. به هر حال جمعیتی هم که بقیه خانواده که رفته بودن اومدن بعد از ظهر، دیگه انقدر نگذشت اونام برگشتن و دیگه خب طبیعتا همه شوک شدن. و شما هم خانواده عجیبی داشتید، یه برادر سرهنگ، حالا بعد تیمسا سرتیپ شد، یه برادر بودیشون، بله سرگرد بود، یه برادر تو وزارت خارجه رفت، یه برادر دیگه مهندس بود، چی بود کوشکار میکرد، دندانپزشک، یه خواهر استاد دانشگاه که سازمان انرژی اتمی کار میکرد. بله خانم، واقعا آقای دکتر سازگار صادقانه میگم، دوران محمد رضا شاه همچین بدم نبود. شما نگاه کنید پدر زحمتکش شما تونست 5-6 تا فرزندش رو به بالاترین جایگاه هایی که میتونست بره برسونه با درس خوندن و با زحمت کشتن، ولی شما پارتی هم جایی نداشتید و موفق شدید. بله میخوام بگم موفق شدید. بله دوره بعدم وقتی شاگرد اول بودی بورس تحصیلی میگرفتید و اینجوری مثل الان اینطور دزبازار و پارتی بازی و آقازاده ای و اینا اینجا، البته به یه جاهای راه نداشتی مثل منی که مثلا بچه طبقه متوسط بودم و علاقه سیاسی داشتم، خیلی راه برون باز نبود مثلا برم وزارت خارجه فرض کنید، حالا نمیرفتم هم به خدا راه بود دکتر سازگار. تو وزارت ببین، تو بچه های کلاس ما دانشکده 3-4 نفری که رفتن وزارت خارجه خدا شاهده دو تاشون از فقیرترین طبقات جامعه بودن، 4 سال با یه لباس اومدن، یه دختر و یه پسر. بعد یه چیز دیگه هم بهت بگم دکتر، این خیلی مهمه، استعدادها و قابلیت‌ها ارزش گذاشته میشد. تو همون امتحان اختبار وزارت خارجه واقعا بچه‌هایی که زبان بلد بودن و تاریخ میدونستن و تحلیل خوب میکردن حتما قبول میشدن، حتما. بله دوران دیدم من بعداً در وزارت خارجه خودت دیدید اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، بله یه فکر میکنم یک معاون اداری مالی بود اگر حالا حافظم اشتباه نکنه، یه روزی یک کسی به من نشون داد ببین بسیار فرد لایقی و تربیت به اصطلاح این امتحاناتی که برگزار میشه و تربیت دیپلمات و اینا بچهای با استعداد رو بگیرن این انجام میده. یک جای دیگه هم آقای دکتر نوریزاده بسیار از این جهت، اون رو هم یکی از دوستان ما که دکتر اقتصاد بود یه موقع معاون بانک مرکزی بود، یه روز تو بانک مرکزی به من نشون داد، مسئول او هم معاون فکرام اداری بانک مرکزی بود، گفت این آدم بسیار به این مملکت خدمت کرده و اینکه بانک مرکزی هم بچه ها رو معدل 18 به بالا میگره و میفرستادن انگلیس دوره میدیدن و واقعا یه بنیه کارشناسی برای بانک مرکزی و متخصص درجه اول تربیت شده بود. و شرکت نفت دکتر همینجوری، شرکت نفت اینجوری بود. میخوام بگم یه جاهایی بود، همین سازمان انرژی اتمی، دوست من دکتر بهزاد شریف شاگرد اول شد شیراز، اومد اینجا در امپریال کالج دکترای فیزیک اتمی گرفت، بعد از انقلاب اومد در زد دم در بهش گفتم برو بابا انرژی اتمی مال شاه بود. میخوام بگم چنین تعطیل شد. بله یه دوره ای بله به هر حال ببینید به قول دوست عزیز ما در ایران دکتر مشایخی، نه این دکتر مشایخی که فوت کرد در امریکا، متخصص او هم اتفاقا از دانشگاه صنعتی شاید اول کورس گرفته بود MIT دکترای مدیریت سیستم ها گرفته، یه مؤسسه ای درست کرده بود زمانی برای تربیت مدیریت، در واقع حرف خوبی میزد، میگفت
بالاخره این رژیم بیاد، اون رژیم بیاد، این رژیم ها برن، اون رژیم ها بیاد، آخرش مملکت یه تعداد متخصص احتیاج داره. آخرش تکنوکرات هایی میخواد که چرخ کشور رو بچرخونن. متاسفانه باید بگیم در انقلاب اسلامی، اول انقلاب که اون دعوای تعهد و تخصص شد، آقای بهشتی شد یه طرف میگفت تعهد مهمه، بچه های نهضت آزادی شدن طرف دیگه تخصص باید داشت و خیلی ها رو کنار گذاشتن. باز حالا اقلا اون انقلابیون نسل اول معمولا تحصیل کرده دانشگاه های خوب دنیا بودن یا ایران و دستشون پاک بود. دستشون بله، اصلا اون نسل آرمونخواه شور شوردار ایدئولوژی که انقلابی دخلی به اینایی که الان هستن نداره. و میخوام راجع به این تغییر به تدریج به واقعا به قول آقای دکتر حبیبیان یه مقاله یه بار نشد به حتی نگاه میکنم میبینم به تدریج در این انقلاب همه اونایی که احیانا هوشی داشتن، سلامتی داشتن و فهمی داشتن، آروم آروم تحصیلاتش کنار گذاشته شدن، رفتن به حاشیه، از کارهای کلیدی شدن مشاور، بعد رفتن بیرون یا معدودیشون مثلا شدن مخالف با این حکومت و به جاشون به تدریج روز به روز دریغ از دیروز دیگه، هی آدمای بی ریشه تر و بی سوادتر و شعاری تر و لو لول تر اومدن و این آقای دکتر شبیه اون مدیر بالا شده دیگه، یعنی به هم سادگی. آقای تصدیق شیشی میشه رئیس جمهوری. خیلی خوب دکتر، دیگه درنگ کوتاهی میکنیم برگردیم، بسیار بحث جالبی است و دلم میخواد واقعا اینو ادامه بدم با شما، چون حالا تفسیر و تحلیل و مرتب مردم از شما بنده میشنوند. این موضوعات به نظر من برای ثبت در تاریخ عنوان تاریخ شفاهی و تصویری ضروری است. درنگ کوتاهی میکنیم با فرامرزجان اصلانی که از اون روزهای خوب برامون، با ما باشید. درود، درود بر فرامرز اصلانی نازنین. هرچه میخونه زیباست، به خصوص اگه شعرش رو خودش گفته باشه مثل این. آقای دکتر اون لحظات رو برای همه ما زنده کرد، اون حیات های قشنگ، خونه های بیرونی اندرونی. بله البته آقای دکتر، من یه چیزی رو عرض کنم به اصطلاح این good old days، یاد روزهای خوش قدیم. خب به خصوص آدم وقتی پا به سن میگذاره همیشه جذابه و بعدم به قول اون شعری که فریدون فرخزاد میخوند که یادم هم شعرش مالکیه که کودکی و آسانی، دوره کودکی و نوجوانی و حتی جوانی آسانگیرم آدم هست و بعدم به این فلاکت در میفته دیگه. خب بیشتر میکنه. ولی من شخصا آقای دکتر نگرشم به دنیا معمولا رو به جلوه، یعنی معمولا گذشته رو سعی میکنم با وجود که تاریخ خوندم ازش درک بگیرم و ضرب و تقسیم بکنم ببینم چه کاری برای آینده میشه کرد. خیلی آدم اگه بشینه هی بگه good old days و آخ یاد ایام خوش گذشته، اون وقت میمونه در گذشته. من 6-7 سال دیگه بزرگ شی، 6-7 سال دیگه بزرگ دیگه آینده رو نگاه نمیکنی. نه نگاه میکنه آدم با آینده، ولی اون گذشته نوستالژیک. خب ببین، مثلا میخوام بگم پدران ما به گذشتهشون نگاه میکردن، پدر بزرگامون چیز خیلی درخشانی نمیدیدن، میدونید. ولی ما بالاخره اگر یادتون باشه پدران ما هم میگفتن یاد گذشته به خیر، روغن کرموشایی اینجوری. آره، بود سر قیمت ها فقط. آره ولی... آره و نمیدونم دور هم تو کرسی دور کرسی میشستیم یه غم قربتی گرفته بود. بله. دهه 40 و 50 پدران ما رو که مدرنیته اومده بود به ایران و فکر کردن که غریب افتادن. ولی آقای دکتر اجازه بدید من حرف آخرم اول بزنم، چون فکر میکنم این تحلیل که میگین اول بگم. ببینید من قبلا هم عرض کردم پوپر توی مقدمه اون کتاب درخشان جامعه باز و دشمنانش میگه در کوشش دائم بشریت برای رسیدن به عدالت و آزادی
مارکسیسم از اشتباهات فاحش بشریت. بله. من بر وزن این جمله پوپر میگم در کوشش 200 ساله ما ایرانی‌ها برای رسیدن به مدرنیته و آزادی، برای اینکه تمام اتفاقات این 200 سال گذشته جامعه ما رو شما میتونید زیر دو تا سرفصل خلاصش کنید. بله. رسیدن به دنیای مدرن و حل کردن این ورود مدرنیته به کشورمون و آزادی، که اتفاقا حتی این دومی هم دعوای استبداد آزادی، درست این دومی هم شاید شبهه از اولیه. بلد. ولی تو این ماجرا خیلی کارا اما کردیم، اصلاح طلبای از بالا، انقلاب مشروطه، فرافکنی مثل نهضت نفت و غیره. تو این کوشش 200 ساله به نظر من انقلاب اسلامی از اشتباهات فاحش ما ایرانی ها بود و این نگاه کردن روی دست انقلاب اکتبر و مدل انقلاب مارکسیستا، پدرای ما در مشروطه رو دست انقلاب فرانسه نگاه کردن، حتی شعارهای انقلاب فرانسه رو کپی کردن. خب انقلاب فرانسه یه انقلابی بود که از دلش قرار بود دموکراسی در بیاد، در حالی که انقلاب اکتبر چنین چیزی نبود، عدالت درش مقدم بود، مارکسیستا حرفای دیگه ای داشتن. ادبیات اونها رو ما که بخش اسلامی جنبش بودیم کپی کردیم و فقط آدمی مثل شریعتی لغت‌ها رو عوض کرد، امپریالیسم کرد، استکبار نمیدونم، پرولتاریار کرد، مستضعف، و ولی همون مدل و چارچوب ساخته شد، یه ایدئولوژی انقلابی. و از روی مدل انقلاب بلشویکی یه انقلاب اسلامی درست کردن و تصور اینکه برمیگردی به احکام اسلامی رو اجرا میکنی مملکت گلستون میشه، خلاصه تئوری انقلاب اسلامی رو میشه تو همین دو تا تیکه خلاصه کرد. یک ایدئولوژی انقلابی بر به شکل چپیا از اسلام درست کردن و تصور اینکه احکام فقهی رو اجرا میکنی مملکت همه چی درست میشه خودش اتوماتیک، این تئوری فاجعه خلق کرد و مردم ما را عقب برد. من قبلا هم عرض کردم من اگر شاید 10 دفعه دیگه به دنیا بیام یک دیکتاتور نظامی مثل محمد رضا شاه، ولی سکولار البته بود و رو به دنیای مدرن حرکت میکرد، بر سر کار باشه قاعدتا بر سر آزادی و دموکراسی باهاش حرفم خواهد بود، ولی دیگه انقلاب اسلامی نمی کنم علیهش، یعنی راه های دیگه ای رو پیدا می کنم. ولی اگر الان به فرض محال عقل الانم رو اون موقع داشتم و الان چون محمد تو حلگش آسان شود، الان این به آزمون در اومده فاجعه خلق بده، اگر هیچ راه سومی نباشه مخیر بشم بین اسلامگراهای انقلاب زده پشت به دنیای مدرن مثل جمهوری اسلامی و نظامی مثل نظام شاه ولی رو به دنیای مدرن، هیچ گزینه سوم هم نباشه، من قطعا اون وقت دوباره بله. خواب میکنم بله. و ولی ببینید ما در خاورمیانه به قول این بچه های مصر یه سیکل معیوب الان داریم، اسلامگراها دیکتاتورهای نظامی دوباره بله. اسلام کردن، یعنی از دست دیکتاتورهای نظامی میگیره اسلامگراها میرن بالا، از دست اسلامگراها میگیره دیکتاتورهای نظامی میرن، ولی این سیکل معیوب رو باید بشکنیم. ما مصری هم همین رو میگن بچه های فعالشون، ولی دکتر سودان هم همینجور، سودان رو نگاه کنید شما چقدر زیبا این مردم چقدر زیبا حاضر نیست از دستاورداشون دست بکشن، میگه به نظامی میگه تو گفتی یه سال دیگه میری باید بری انتخابات برگزار کن برو، یعنی فوق العاده تاکتیکای من به عنوان رشته مورد علاقه خودم میگم چقدرم خوب تاکتیکای مقاومت مدنی رو اجرا میکنن، البته یه عده بچهای فعالشون با مؤسسه ICNC آقای پیتر اکرمن در واشنگتن تماس دارن و خیلی آموزش هم دیدن و خوبم به کار میبرن. آمریکا هم خیلی در این مورد خاص آمریکا موضع خوبی گرفته، یعنی نمیخواد انقلاب ایران تکرار بشه، آدم فرستاده نظامی ها رو سیویل ها رو نشونده با هم صحبت کنید، یعنی همدو گفته بشین با آقای برهان نظامی صحبت کن
راه رو باز کرده براشون. شاید در کل اون منطقه جز افغانستان که متاسفانه این همزبانان ما توی بد چاله ای افتادن، بدتر از مال ما، بقیه منطقه، ملت‌های منطقه از ما درس گرفتن. درست. یعنی ما شدیم عبرت بقیه، به خصوص طبقه متوسط مدرن در جامعه. من یه نکته دیگرم عرض کنم، دیدم گاهی جوونا میگن آی اگه شما این کارو نمیکردین اینجوری میشد اونجوری میشد. ببینید تاریخو با اگر مگر نمیشه. کاملا. من یادم یه زمانی آقای هاشمی رفسنجانی میگفتش که اگر شاه تو دهه 40 خمینی رو کشته بود و بازرگان و ماهام که دور خون همه ماها رو مثلا 200 نفر رو کشته بود انقلاب نمیشد. به نظرم رفسنجانی هم اشتباه کرد. ببینید از یه حادثه‌ای که دورتر بشیم، بذارید به این زبون بگم، انقلاب فرانسه که اتفاق افتاد، ناپلئون از توش در اومد، اروپا رو به خاک و خون کشید. بله. الان که دورتر وایستدیم دیگه گذشته، از فاصله بیشتری نگاه کنیم، همه اون اتفاقات در واقع ناشی از یه اتفاق بزرگتر بود و اون این که جامعه کشاورزی اروپا و به خصوص فرانسه داشت به جامعه صنعتی تبدیل شد. درسته. یعنی ورود صنعت و عصر روشنگری که پشتوانش بود تحولاتی رو لازم داشت. این اون چیزیه که متفکری مثل توکویل اول لفه درخشان این رو دید و نوشت و مارکس هم همین رو دوزید، بعد رفت روش تئوری برای همه تاریخ ساخت. ولی واقعا انقلاب فرانسه ناشی از تغییری جامعه فئودالی به جامعه صنعتی بود. درسته. و این بقیه تحول. حالا انقلاب اسلامی ایرانم اگر یه خود دورتر بایستیم دنیای اسلام رو نگاه، کشورهای خاورمیانه رو بخواستیم، شرق دور مسلمون داریم ولی اتفاقات دنیای اسلام در خاورمیانه و خاور نزدیک میفته، یعنی تا شمال آفریقا. این منطقه، این مسلمان ها از 200 سال پیش که مدرنیته در غرب حرکت کرد، متولد شده بود، بالنده شد، به خصوص قرن 19 هم اومد به سراغ دنیا، عثمانی رو شکست داد و همه جا رفت، این دنیای اسلام هنوز راهش رو یاد نگرفته با مدرنیته، عقل مدرن و دنیای مدرن آشتی کنه و اینو در باور خودش جا بده. در مسیحیت این کار با زور و ضرب و بعد از چند صد سال شد و کشیش ها رو بالاخره حتی اگه عوضم نشدن روندنشون عقب، از قدرت کنار گذاشتن، از ثروت کنار گذاشتن، کلیسا رو و سکولاریزم سیاسی متولد شد. در دنیای اسلام این اتفاق تب و تابه، یعنی این مشکل هنوز سرش به بالین آسایش نرفته. مسلمان ها یاد نگرفتن در آرایشون تغییرات بدن، چون که ژاپنیا در دینشون تغییر دادن و با دنیای مدرن. چرا؟ دلیلش های دکتر خیلی تضاد هست. یکیش به نظر من این است که هنوز فلسفه پشت تفکرات اسلامی ارسطوییه. خیلی عجیبم هست. شما دومش به نظر من این فقه سالاری دنیای اسلامه. اسلام با مسیحیت این فرق داره. سمپل تمام به اصطلاح اون فقه یهودی رو که در مسیحیت هم اول برداشت، همه رو حلال کرد، گفت اصلا دیگه اینا واجب نیست. و گیدم یهودیت هم خیلی فقه سالاره و اسلام، فقها یه ساختاری درست کردن که اگه این ساختار رو، من یه بار به یکی از این آقایون روحانیون گفتم، گفتم شماها پشت این احکامتون یه تصوری از انسان هست که این احکام اینجوریه، من این انسان رو براتون لخ میکنم میذارم جلوی چشتون، همه تون فرار میکنید. این انسان قرون وسطایی تصورتون، در حالی که در عصر مدرن یک انسان حق مدار متولد شده که این انسان با انسان قرون وسطا تفاوت داره و این انسان که محورش هم عقل مدرن، خرد نقاد خودبنیادی که دیگه زیر دین نمیره، زیر هیچی نمیره و چاقوی نقدش رو به همه چی متوجه میکنه، از جمله خدا و دین و همه چیز و خود عقل هم هست و پست مدرنیسم متولد میشه. ببینید اینو مسلمونا نتونستن جا بدن، نتونستن این دین حد اکثری اسلامو که آقای خمینی موقع به عنوان پوز
میگفت اسلام برای آدم از قبل از تولد تا بعد از مرگ مسئله داره. بله. تصور این که انگار یه سری احکام دارن، آدم ها فقط موظفن همینا رو اجرا کنن، همه چی حل میشه. خب کردن و حل هم نشد دیگه، فاجعه شد. ببخشید دو تا نکته رو من خدمت بگم چون خیلی بحث جالبیه. ببین من دو تا، یه بخش بین یک آخوند عراقی اخباری رو با یه آخوند سعودی شیخی، هر دو شیعه بودن، من این بخش شاهد بودم، خدا شاهده بدنم لرزید. یعنی این تهجر تا کجا بود؟ حتی در ارزیابی مثلا میگفت اسلام خیلی پیشرفت است، ما برای نماز در کره ماه برنامه داریم. مثلا اینو نشانه پیشرفتگی میدونست، اما در مورد دست یه زن که انقدر بیرون باشه هنوز این درک رو نداشت. میدونید یعنی راست میگید شما، و این مسئله سنی و شیعه هم هر دو گرفتارن، هر دو یکی. بله بله، اصلا شیعه که خب فقهش بیشتر از دست شافعی نگاه کرده، بله بله، و خیلی هم شباهت داره به فقه شافعی، و بی خودم میگن باب اجتهاد درش بازونه. نه خب اون اجتهادی هم که میگن ادله نمیدونم چهارگانه رو با هم جمع و تفکیک میکنن. من علم اصول رو یه دوره نگاه کردم از منطقه به اصطلاح متد شناسی، یه حصر منطقی درست کردن، یه به اصطلاح ماشین فانکشنیه که هر چی شما بندازی توش اونور یه جواب میگیری، بعد فکر میکنن این معجزه خداست. این شیخ مرتضی انصاری درست کرد بیشتر به هم باف، و من میتونم این ماشین فانکشن رو شما دست بزنم، میتونم اینا رو کم و زیاد کنم، بعد میبینیم نتایج دیگه ای میگیریم. بعد اصلا جامعه، فقها مردان بعد از عمل، جامعه برای ادارهش احتیاج به برنامه ریزی داره، برای به پیش بینی داره. اینجا متد علمی میخواد، مدیر علمی میخواد، علم تربیت شده میخواد، نه فقهی. یکی مثل مدرس رو داشتیم، او بود که انقدر سیاسی شده بود که رسما میگه دیگه، میگه آقا من دین رو برای چی میخوام؟ برای زندگی مردم میخوام، نه برای شک بین بلوغایت. حد اکثر آقایون مثلا اونایشون هم که روشن بین میشن اینقدر جرأت نمیکنه، از تو حوزه ها این در نمیاد. درست. البته من قبلا هم عرض کردم شاید اگر آقای خمینی این کارو دست مرحوم سید محمد باقر صدر نداده بود که او رو گفت در نجف بمون، برای اینکه میخواست بیاد ایران، صدام اذیتش میکرد، و اگه میمد ایران خب تو قم گل میکرد و بله. میشد نفر اول، و او زنده بود شاید میکرد. برای اینکه من از شاگردای او شنیده بودم، بهش گفته بودن رساله بنویس، گفته بود نه، من به این نکته رسیدم باید برم از علم اصول تغییر بدم، استقراء رو بذارم جای قیاس. آفرین. به همین دلیلم هم یک کتاب استقراء داره. بله. در فلسفه است. بله. حجیت استقراء بسیار کتاب مهمی است، من از فهمش هم عاجزم، ولی اهل فنش میگن که یکی از درخشانترین کارا در حجیت داشتن است. تو میدونید فلسفه خیلی میگن استقراء حجیت نداره. بله. حالا من فقط یه توضیح بدم. بله. برای شما جوونا، استقراء که آقای دکتر سازگارا میگه از لغت قریه میاد، یعنی قریه به قریه رفتن، یعنی شما بجنگ مثل قیاس بگید که بله حسن برادر حسین است پس همه حسین ها برادر حسن هست، داستان اینجور بکنید. ولی تو استقرا شما ذره ذره از جزئیاتی که به دست میارید کل رو میسازید. ببخشید آقای دکتر، چون دوستان جوان ما ممکنه. بله. البته من به عنوان یه دانش آموخته فیزیک و مهندسی عرض میکنم، ما در ریاضی قضیه بسیار خوب استقرا داریم. با اون متد به اصطلاح چیز در ریاضیات ما در واقع اثبات میکنیم استقرا رو. برست. یه قضیه خیلی خوبی داره که یک کا و کای به اضافه یک، اون قضیه رو ثابت میکنیم و در نتیجه ما میتوانیم از جزء به کل برسیم. برست. این مبنای علم دیگه، علم جدید. بله. از جزء به کل میرسه، موارد رو میچینه کنار هم و بعد تئوری میسازه و بعد سعی میکنه ابطالش کنه. مادامی که ابطال نشده میگه دیگه حالا این تئوری معتبره و بر اساسش قدرت علوم جدیدی نیست که. درست. هم برنامه میریزه هم پیشبینی میکنه.
و میگه اونجا این اتفاق میفته. هم علوم تجربی هم علوم انسانی که این آخونده انقدر باش قدر اقتصاد یه علمه و جامعه شناسی یه علم متدش یه مقداری با علوم تجربی فهمه. بعد صدر آدمی بود که میخواست از مبنا و بعد به درستی صدر میگفت اینایی که ما حکم شیخی داریم معدودش اوناییست که پیغمبر میخواسته همه انجام بدن، ولی بخش بزرگیش کارهاییست که در مدینه به عنوان حاکم مدینه کرده مال اون دوره بوده و الباقی 90% احکام هم آرای فقها در طول تاریخ که اتفاقا همش هم تو قرون وسطا بود. بنابراین اصلا این احکام موجود که آقایون فکر میکنن کمال دین یعنی کمال فقه و فکر میکنن این کمال فقه هم با اون علم و اصول تأمینه، در حالی که اون یه در واقع ماشین فانکشن خود ساخته است میشه عوضش کرد. این اون انحراف فکری است که موجوده در دنیای اسلام. در نتیجه راه برای علوم جدید باز نمیشه. محصولاتش هم مثل دموکراسی، حقوق بشر، اینا محصولات عقل مدرنه. اینا هم میبینین جا نمیگیره در این. و من به جرأت میگم، عرضم رو تموم کنم، ما ایرانی ها درسته این اتفاق بزرگی که در کل دنیای اسلام داره میفته و هنوزم تب و تاب داره، هنوز از توش داعش و طالبان میاد بیرون و طبقات متوسط و مدرن مقابله میکنن، در کل دنیای اسلام این اتفاق هست، تو این ماجرا ما ایرانی ها درسته زودتر از همه دویدیم رفتیم ببخشید دیوار این توالت رو سر خودمون خراب کردیم و اسلامگراها حاکم شدن، ولی این اتفاق در ایران زیر بنا یه خود دورتر وایستیم تغییرات بزرگی ایجاد کرد و ایران از نظر من تنها کشوری در اون منطقه که اگر این قدم آخر رو ما برداریم و از شر این اسلامگراهای حاکم خلاص شیم، تنها کشوری است که اگر انتخابات آزاد درش بشه سکولارها رأی میارن. بله. حتی ترکیه این حالت رو نداره. درسته، کامل. و شاید مصر داشته باشه، نمیدونم. ولی ترکیه رو میدونم این اتفاق نمیفته. نخیر. و بعدم این شانس رو ما داریم که دموکراسی در ایران جایگیر بشه. در کل دنیای اسلام نمیشه گفت دموکراسی جایگیر شده. و دموکراسی راه بی‌بازگشت در ایران باشه. و ما میتونیم دوباره پیشتازی بشیم همونجوری که بارها در تاریخ اسلام پیشتاز و اون منطقه هستن و پیش بس. از اسلام نشون دادیم که میتونیم راهگشا باشیم. ما ایرانی ها میتونیم در اون منطقه دنیا راهگشایی بکنیم دو. برای بقیه. وقتمون تموم شد ولی همه این حرف رو ما دنبال میکنیم، برای که برای من خیلی جذاب بود. یعنی ما خب تحلیل میکنیم مسائل رو رو میگیم، ولی اینا برای جوانای ما لازمه بدونن و همینطور بخش دیگری از روزهای انقلاب رو. انشالله دفعه دیگه این نوبت این کار رو ادامه میدیم. بسیار ازت ممنونم، بخش فوق العاده خوبی بود مطرح کردی، فوق العاده خوب بود و مطمئنم بینندگان عزیز ما حتما از این بخش استقبال میکنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا که بحث جذابی بود. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.